تفسیر کشف الاسرار رشید الدین میبودی سوره اعراف. قوله تعالی بلغت خلقناکم ثم صورناکم آیت. خداوند حکیم، جبار نامدار عظیم، کردگار رهیدار علیم، جل جلاله و عظم شأنه منت می نهد بر فرزند آدم و نیک خدایی و نیک عهدی خود در یاد ایشان می دهد. می گوید شما را من آفریدم و چهره های زیباتان من نگاشتم، قد و بالاتان من کشیدم، دو چشم بینا و دو گوش شنوا و زبان گویاتان من دادم و من آن خداوندم که از نیست هست کنم و از نبود بود آرم و از آغاز نو سازم. نگارنده رویها منم، آراینده همه نیکویی ها منم، جفت سازنده هر چیز با یار منم، کننده هر هست چنان که سزاوار منم. آسمان و زمین و جمادات آفریدم اظهار قدرت را، ملائکه و شیاطین و جن آفریدم اظهار هیبت را، آدم و آدمیان را آفریدم اظهار مغفرت و رحمت را، 700,000 سال جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیان و حافین و صافین گرد کعبه جبروت طواف کردند و سبوح قدوس گفتند. هرگز به نام ودودی و مهربانی و دوستی ما راه نبردند و خود نشناختند. هرگز زهره نداشتند که دعوی دوستی ما کنند. ما خود دعوی دوستی خاکیان کردیم که نحنو اولیاؤکم یحبهم. چندین نام خود از دوستی و مهربانی بر ایشان مشتق کردیم که هو الغفور الودود الرؤوف الرحیم. فرشتگان را همه قهاری و جباری نمودیم، در حجب هیبتشان بداشتیم. خاکیان را همه رؤوفی و رحیمی نمودیم، بر بساط انبساطشان بداشتیم. در میان فرشتگان جبرئیل مقدم و محترم بود و به تخاصیص قربت مخصوص بود و نامش خادم الرحمن بود، پیوسته بر بساط عدل به نعت هیبت ایستاده بود، هرگز بساط فضل و انبساط ندیده بود. تا آدم صفی علیه السلام نیامد فراق و وصال بر رد و قبول نبود، حدیث دل و دلارام و دوستی نبود. این عجایب و ذخایر همه در جریده عشق است و جز دل آدم صدف در عشق نبود. دیگران همه از راه خلق آمدند، او از راه عشق آمد. یحبهم و یحبونه. از آدم تسبیح و تقدیس بیش نبود، کار ایشان یک رنگ بود. عجایب خدمت و آداب صحبت و ذخایر مودت و لطائف محبت به آدم پیدا گشت که بوقلمون تقدیر بود. این رسم قلندری و آیین قمار در شهر تو آوردی ای زیبایا.